اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. در رنج های ساکت این سال های درد ناگاه زیباترین تصور آزادی بیدار می شود و میهن نشسته به دردم زاواز عاشقانه پرواز سرشار می شود. چیزی نمانده است تا آفتاب پیروزی بر شانه بهارستان در دیده ها نشینند و داستان یفرم و ستار در کوچه های میهن من جاری شد. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه 31 دسامبر، آخرین روز سال، 11 دی ماه، به شما سلام. متاسفانه در روز پایانی سال یه خبر بسیار بسیار دردناک برای خودم، برای خانواده‌اش، برای هزاران هزار شنوندش دارم. اسخر طاهری از میان ما رفت. اسخر یکی از نازنین ترین انسان ها بود که من در رادیو تلویزیون شناختم. وقتی زندیاد ایرج گرگین ما رو صدا زد، گفت که رادیو تلویزیون 2 داره پا میگیره، شما ها حاضرین با ما کار کنین؟ گفتیم بله با کمال میل و رغبت، چون باب میل ما اون بود. اسقرم اونجا اسقر مدیر رادیو بود، رادیوی 2، و در این حال برنامه یاد دیروز رو درست بعد از برنامه نگاه شبانه من اون برنامه رو اجرا میده، 11 تا 12 شب، و خیلی برنامه قشنگی بود. ترانه های قدیمی، آهنگ قدیمی خارجی، و یه مقدمه من براش می نوشتم همیشه، و این مقدمه رو یک خانم همکاری که در رادیو تلویزیون بود، او رو به صدای بسیار قشنگی داشت میخوند، و بعدش اسقر شروع آهنگایی که همه تو خاطرمون بود، آکاز دیره، تمه تمه رو اینا، بعد با ترجمهش، با آوازهاش، با شعرش. اسقر در سوئد بود و میدونم که چشمان دختر نازنینش از عشق خالی نمیشه. به او، به خانواده نازنینش، به دکتر محمود خوشنام و الهه بانو همسرش از صمیم دل تسلیت میگم. یاد باد آن روزگاران. درود به دوست عزیز و نازنینم دکتر سازگار در آخرین روز سال. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. بله، در آستانه تغییر سال 2020 به 2021 هست. سال 2020 که خب سال خوبی نبود در واقع. همه کره زمین با دستگلی که چینی ها به آب دادن به گرفتاری افتادن، که حالا امیدواریم در 2021 رفت بشه. خب دکتر عزیزم، الان وقتی نگاهی به تحولات و رویدادهای سال گذشته میکنی، بدترین حادثه یا خبری که جلو چشمت هست کدوم؟ بدون شک آقای دکتر نوریزاده، بدترین خبر شیوع بیماری کووید 19 یا کرونا است. بیماری که به گفته متخصصین هیچ شکی ندارند که از خفاش تحول کرده ویروس و به بدن آدم اومده، و از خفاش هم یک شبه
جهش پیدا نمیکنه بتونه آدمو مریض کنه. طی مدت متمادی بین انسان و خفاش رد و بدل شده و هیچ ملتی رو در دنیا نمیشناسن که با خفاش مراوده دائم داشته باشن الا چینی ها که میخورن خفاش رو، گروه هایی. بنابراین برعکس چیزی که چین یه زمانی سعی کرد ادعا کنه و بعد پاشو پس کشید، من از بیولوژیست ها و متخصصین شنیدم که میگن ما شکی نداریم که بیماری از چین شروع شده، یعنی این ویروس در اونجا تحول پیدا کرده و قابل مریض کردن انسان شده. بدترین کاری که چین کرد این بود که مدت‌ها مخفی کرد این مریضی رو. حتی اخیراً دیدیم دیگه، خانم جان کسی که افشا کرده بود، یعنی از در اون بوان از جنازه ها و سوزوندن جنازه ها فیلم گرفته بود، وکیل بود، ولی مثل که شهروند خبرنگار عکس گرفته بود، فیلم گرفته بود، اخیراً چین به 4 سال زندان محکومش کرد. درست با همون لغات و ادبیاتی که در ایران مردم رو محکوم میکنن، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی. و بعد هم چین دروغ گفت به دنیا، یعنی سازمان بهداشت جهانی هم متاسفانه یا فریب خورد یا حق حساب گرفت یا هر چی بود، این دروغ رو ابتدا اشاعه داد که این بیماری از انسان به انسان منتقل نمیشه. در نتیجه در رو به چین نبستن دنیا، و خب 1.2-3 میلیارد چینی که به همه دنیا سفر میکنن، همه جا اقلیت چینی داره، چایناتاون داره، رفت آمد دارن، این باعث شد که برای 2-3 ماه که حالا معلوم شده در آگست اون سال بیماری شروع شده بوده، نه در نوامبر یا دسامبر، این بیماری حرکت کرد، رفت به همه دنیا. و وقتی دنیا فهمید و مرزها رو شروع کردن به بستن که دیر شد، چون همه هم میگن در این بیماری های همه گیر اون اوایل خیلی مهمه که بدانی و متوقفش کنی و کنترلش کنی. از یه تعدادی که بله رو میگم اجازه داد سی پرواز برو بید. بله، حالا تو این وسط آقای دکتر یکی از بدترین مدیریت ها رو جمهوری اسلامی، ابتدا که ماهانه 44 پرواز، به قول آقای دکتر احمدی، رامین احمدی دوست ما، میگفتش که مثل 44 تا بمب میکروبی، موشک میکروبی اینها به ایران پرواز کردن. و حتی در دوره معلوم شده که چین، دنیا فهمیده بود سفر مسافرین چینی رو ممنوع کرده بود، می اومدن، پرواز ها قطع شده بود به چین، می اومدن ایران، بعد از ایران هنوز بسته نبود، به مقاصد اروپایی و کشورهای دیگه می رفتن. یعنی یک عامل انتقال هم شد در تمام کشورهای منطقه. واقعا بدون استثنا کرونا از ایران رفت. اتباع مثل بحرینی که تو شناسنامش، تو پاسپورتشون مهر نمیزنه ایران، سفر کردن رفتن عربستان، اولین موارد از اونها دیده شد، معلوم شد به ایران سفر کردن، در عراق، در افغانستان، در برحال یکی از بدترین مدیریت ها و کارها را هم مدیران جمهوری اسلامی داشتن، هم در ورود بیماری دروغ گفتن، هم اهمال کردن در کنترل اولیش در قم و شهرهای دیگه، و هم بعد از اون هر روز یک افتضاحی بالا آوردن. نتیجهش هم آقای دکتر این است که این یک سال گذشته رو وقتی مرور میکنیم، پاره کشورها مثل تایوان، نیوزیلند، یا حتی کشور فقیری مثل ویتنام به سرعت جنبیدن، کنترل کردند و کارنامه مدیرانشون واقعا درخشانه. در اروپا مثلا آلمان، و به اینها میشه نمره های اگر 0 تا 20 بگیریم 16-17 به بالا داد به مدیران این. و پاره کشورها مثل امریکا، دولت آقای ترامپ بسیار بد عمل کرد، حق امریکا نبود که این مقدار مبتلا داشته باشه، یا انگلیس، انگلیس هم دولت های جانسون نمره خوبی نمیگیره. ولی به نظر من یکی از بدترین نمرات رو، اگه نگم بدترین نمره، مدیران جمهوری اسلامی گرفت. و
برای اینکه برابر آمار رسمی که خود حکومت میده، بیش از 54,000 کشته میگه و 1,000,000 خورده مبتلا که هم میگن دروغه و آمار واقعی نیست، همین آمارم ملاک بگیرید به نسبت 80 میلیون جمعیت ایران یکی از بدترین کشورها میشه، در حالی که برآوردها نشون میده در شبکه بهداشت درمان کشور، من عرض بکنم که احتمالاً 1/5 جمعیت ایران تا به حال به کرونا مبتلا شده، یعنی 17 میلیون نفر، و به حساب بله و به حساب آماری که مثلا 20% علائم درشون آشکار میشه و از اونها یه چیزی بوده 5-6% فوت میکنن، بدحال میشن و فوت میکنن، میشه احتمال داد که آمار کشته های کرونا در ایران افزون بر 200,000 نفره، که اگر اون وقت این آمار واقعی رو بگیریم و سرانه بکنیم، به احتمال زیاد ایران بدترین کشور دنیا میشه. بر صورت آقای بله، الان مسئله واکسن برای مردم خیلی مطرحه. من اتفاقا دیروز صحبت میکردم، به اشاره به حرف شما هم کردم که دوستان ما تلاش میکنن به آمریکایی‌ها به بقیه بگن آقا از پولای خود ایران شما این واکسن رو بدید، ما در اختیار یک تشکیلات به هر حال را در برابر جامعه بین‌المللی مسئولیت، ولی تا الان هنوز اتفاقی نیفتاده، هنوز دارن رو بازی واکسن چینی بهتره یا خودمون داریم درست میکنیم. آخرین اطلاعات شما در این زمینه چی هست؟ من ابتدا اجازه میخوام حالا که بحث کرونا هست، واقعا از صمیم قلب از جانب خودم، شما، همه ایرانی ها تشکر بکنیم از قهرمانان سفید پوشمون، کادر درمان کشور که جان بر سر این کار گذاشتن و یک سال هست که واقعا خستگی ناپذیر دارن مبارزه میکنن، صدها نفرشون مبتلا شدن، فوت کردن، ولی حتی گاهی حقوقشون رو نمیدن، اضافه کاری که سهل است، ولی پزشکان، پرستاران، بهیاران، خدمتکاران، کل کادر درمانی و بیمارستانی ما که فرشتگان سفید باید بهشون گفت و قهرمانان سفید پوش ما، مثل همه جای دنیا که تقدیر میکنن ازشون، وظیفه همه ماست که از این قهرمانان ملیمون واقعا تقدیر و تشکر بکنیم. و الان بحث واکسن که میگید، واقعا در درجه اول 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 در اسرع وقت باید این واکسن وارد کشور میشد و کادر درمان واکسینه میشد، برای اینکه جونشون از همه بیشتر در خطره. متاسفانه آقای دکتر نوری‌زاده، ببینید من به صراحت عرض میکنم، آنچه که از دست ما برمیمد کرد، یعنی هیچ مانعی بر سر راه خرید واکسن نیست، هر کی هرچی بگه دیگه دروغه، الان ناچار شدن همسال آقای همتی دروغگو و دیگران دروغاشون رو پس بگیرن، حالا میگن بله داریم از کره میخریم، نمیدونم آقای اردکانیان رفته عراق میگه بله از حساب عراق هم میتونیم بخریم، این راه از اولم باز بود. در واشنگتن تماسایی که بنده داشتم، دیگران داشتن، هیچ مانعی از سوی اداره خزانداری نیست، هیچ مانعی بر سر گرفتن واکسن از فایزر، مدرنا که به بازار اومده و داره تزریق میشه، و جانسون اند جانسون که در ماه ژانویه میاد نیست. واکسن آکسفورد آسترازنکام اعلام شد که انگلیس قبول کرده، بنابراین در ژانویه میشه که 4 ژانویه در انگلیس واکسیناسیون با اون واکسن هم شروع میشه، بنابراین هیچ بهانه‌ای نیست. الان توپ در زمین سران جمهوری اسلام، توپ اگر واکسن وارد کشور نمیشه، اگر رفتن 150,000 واکسن فایزر رو یواشکی خریدن، یک خیری هدیه کرده، اینا چاخانه از پول خودشون خریدن و میخوان به 75,000 نفر آدمای خودشون تزریق بکنن، آقای خامنه ای و پسرش و خانوادهشون و اعوان انصارشون و روحانی و غیره و غیره، این حقه بازی ها رو کردن و کادر درمان، افراد مسن، افراد بیماری های زمینه ای فراموش شدن، اینها همه تقصیرهای حکومت جمهوری اسلام. من آقای دکتر نوری‌زاده همین امروز باز صحبت میکردم، پیگیری میکردم از ایران، برای اینکه در واشنگتن
هیچ هر کاری بوده انجام شده است. و اگر واکسن جاهای معتبر وارد کشور نمیشه، این قصور، تقصیر، گناه و جنایت آقای خامنه‌ای، پسرش، ستاد اجرایی فرمان امام و آقای روحانی، آقای نمکی و مسئولین دستاندرکار کشور. 167 نفر از داروسازان کشور که لیستشون رو من نگاه میکردم آدم حذف میکنه، بخش بزرگیش هم از زنان داروساز کشور هستن و در کادر داروسازی کشور نشون میده چقدر خانوم ها حضور دارن. نامه بسیار خوبی رو خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو امضا کرده بودن که آقا این به چه جرأتی میگید میخواید الان واکسن بسازید مردم رو معطل کنید؟ چرا مثل هر جای دیگه دنیا روشن سفارش نمیگذارید و به مردم هم اعلام نمی کنید که از کدوم شرکت خریدید و کی این واکسن میرسه، کی واکسیناسیون آغاز میشه؟ علتش هم من آقای دکتر نوری‌زاده قبلا عرض کردم، دزدیه به همین سادگی. یعنی آقایون حتی دست از سر این دزدی هم بر نمیدارن. 200 میلیون یورو دادن به سینووک چین، ظاهرا این تکنولوژی واکسن کشتر هم که ستاد اجرایی و بنیاد برکت میکنن با کمک اونا دارن میکنن، واکسنی که هیچ جای معتبری در دنیا تاییدش نکرده، هنوز اصلا به بازار نیامده آنچنانی و تازه معلوم نیست 1 میلیون دوز خریدن، 16 میلیون دوز خریدن، اصلا خریدن نخریدن، همه چیز در ابهام. و بعدم احاله به این که قرار بسازیم، نمایش هم درست میکنن، دختر آقای مخبر رفته نمیدونم تزریق کرده. آخه این شعاب چه درد میخوره؟ در مرحله تازه آزمایش 50 نفر نمیدونم 60 نفر اول انسانی است که بعد بشه 5000 نفر، بعد بشه 50000 نفر، بعد همه اینا داکیومنت شه، بعد بره جاهای معتبر دنیا اجازه بگیره. این والا من اتفاقا همین امروز صحبت میکنم، گفتم تو رو خدا اگه میشه با اینا صحبت کنین، آقا باشه بریم بسازیم، هر کاری دوست داریم بکنیم، ولی این واکسن به نظر میرسه کار بشریت در اومده، سال یه دفعه بعد همین واکسیناسیون کنن. اگه ساختین هر وقت باشه برای نوبت بعدی، باشه ایشالله. الان در اسرع وقت این واکسن هایی که به دنیا آمده، به بازار دنیا آمده، بشریت شاهکار کرده. کاری که 2 ساله انجام می شده در 8 ماه آلمان و انگلیس و آمریکا و همه دنیا دست به دست دادن و ساختن و اومده شروع شده. برید این رو بخرید بیارید، مردم ما هم مثل بقیه سایه این مریضی از سرشون برداشته شه و بتوانند ظرف 6 ماه 7 ماه کشور رو واکسیناسیون بکنی، مریضی شرش کنده بشه. بعدن باشه ایشالله بنیاد برکت ساخت، هرچی هم میخواد توش بخوره، هر بلایی هم میخواد در بیاره، ولی باشه نوبت بعدی که یه سال بعد قرار واکسیناسیون کنن، واکسن داخلی رو بکنن. فرصت کافی هم خواهد بود که اگر عرضه‌ای داشته باشن برن اجازه های مراکز معتبر دنیا رو هم بگیرن. ولی دکتر زازار رئیس سازمان انستو پاستور میگه معایب واکسن فایزر از مزایاش بیشتره، یعنی تمام دنیا نمیفهمن، ایشون و حکومت جمهوری بلد فقیه میفهمن. من آقای دکتر این آقای رئیس انستیتو پاستور رو نمیشناسم، ولی اخیراً از رو اظهار نظرهایی که گاه و بیگاه از ایشون میشنوم و جالبم از متناقضه با حرفای خودشم تناقض هستم، به این نتیجه رسیدم احتمالاً یک کسی است که اصلاً شایستگی بودن در رأس اون مرکز تخصصی رو نداره. نوع حرفایی که میزنه مثل بعضی دیگه از جاها، خیلی جاهای کشور که آدمای ناوارد و غیر متخصص و کوتوله رو گذاشتن رأس این دستگاه‌ها. ایشونو که رهاش کنیم، واقعا حالا مقصر اصلی آقای دکتر شخص آقای خامنه‌ای، من قبلا هم عرض کردم، نه اینکه با ایشون مخالفم، از بیخ و بن تا بن دندون مخالفم با ولایت فقیه مفهوما و مصداقا، ولی در این مورد خاص به اطلاع عرض میکنم. ماجرا در بیت رهبری از سر دزدی از چند میلیارد تومان، 2 میلیارد 3 میلیارد تومان دلار خرید واکسن نمیگذره،
گیر دادن و بعدم آقای خامنه‌ای که یک آدم مالی خولیایی و مریضه، پس ذهنش این است که ما از آمریکا واکسن بخریم مردم میگن آمریکا ما رو نجات داد و به همین احمقانه‌ای. یعنی ببینید ایشون خوشش بیاد بدش بیاد، چین به دنیا ویروس داد، آمریکا به دنیا داره واکسن میده و ماجرا رو داره حل میکنه و آمریکا قبلا هم برای مملکت ما مالاریا رو شکن کرده، کمک های به قول تونی بلر میگفت سخاوتمندانه هر جای دنیا اتفاقی افتاده آمریکا صف اول کمک کردن بوده و این مالی خولیای آقای خامنه ای است که حتی در این موضوع هم از اون کینه و عداوتی که داره دست بر نمیداره و تصورات عجیب غریبی که ضمن اینکه دوزی هم میخوام بود. آقای مخبر و دستگاه بنیاد برکت و دستگاه ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر آقای خامنه ای که بنیادش بر دزدی و مصادره اموال و چپاول و غارت ملت ایرانه، از سر این واکسن هم نمیگذره که با جون مردم سر کار داره و در درجه اول الان عرض کردم نزدیک به 400,000-500,000 کادر درمان کشور اولویت یک هستن که باید واکسیناسیون بشن و هیچ خبری نیست اصلا به هم دلیلم چون سرش اونجاست. آقای دکتر میبینید حرفای متناقض میزنن مسئولین نوکر صفت هر کدوم یه روز یه چیزی میگن در قرار بخریم اونجا میریم اینجا میایم و هیچ کدوم اینا درست هم نیست. بله بپردازیم به مسائل دیگه مونم. همینطور آرش گنجی به 11 سال محکوم شد، نویسنده عضو کانون نویسندگان، نشانه دیگری از بربریت رژیم. اون وقت آقای خامنه ای آقای افخمی رو بغل میکنه، خب کانادایی شدی، خیلی مزم میندازن. ولی یک نویسنده عضو کانون نویسندگان به جرم هیچ 11 سال زندان حبس تعذیب. یک نکته دیگری آقای دکتر سازگارا، من خیلی برام قابل توجه حرفایی که محمود واعظی زده، رئیس دفتر آقای روحانی، در مورد اقدام مالی FATF که اینا سرانجام امروز چی کار میخوان بکنن. یا آخوندی به نام محسن مشتهد شبستری که 2 ریال از اقتصاد سرشته نداره، فقط اقتصادشون پولاییست که دزدیده تو تبریز عالم جمع کرد و سرمایه گذاری، ایشون مخالفت. من تقصیرم رو تغییر نمیده. به کجا داریم؟ این ماجرا به کجا خواهد رسید؟ آیا فکر میکنی سرانجام اینا مجبور بشن که بپذیرن یا نه؟ ببینید از روز اولم گیر کردنش که مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان رد کرد، دوباره برگشت و رفت تو شورای تشخیص مصلحت، 2 تا از لوایح چهارگانه گیر کرد، دست آقای خامنه ای. اصلش هم همشون هم گفتن مال این نیست که پول به همین حزب الله و نمیدونم حماس و غیره و غیره میخوان بدن، قاچاقچیگری و غیره، و این رو متوقفش کرد. الان هم که دوباره شورای تشخیص مصلحت قرار شده دوباره حالا رسیدگی کنه، دستور آقای خامنه. علتش هم این است که میدانند که اگر با بایدن سر میز بشینند، که به شدت دارن خودشون رو آماده میکنن با کابینه آقای بایدن سر میز بشینن و امریکا برگرده به برجام، تحریمایی که کرده رو برداره، اون وقت FATF مانعه دیگری است که سر راهشون میخوان اینم حل کرده باشن که اگر برگشتن بگن این مانع هم رفع شده، بتونن حدود 70 میلیارد دلار که در حساب‌های مختلف است و ذخیره ارزی کشور هست رو اینطوری بردارن. اولویت یکش آقای خامنه ای هم آقای دکتر نوری‌زاده مردم ایران نیست. اولویت یکش الان این است که حسن نصرالله گشنه مونده یا حماس یا جهاد اسلامی یا لاتا و آدمکش‌های هشت و شعبی یا حوثی‌ها و یا طالبان و گروه حقانی و این و اون که اینا بهشون پول میدن، اسلحه میدن، حقوق میدن و میندازن به جون زن و بچه مردم. آقا اونجا یه چیزی حدود 15 میلیارد دلار فوری پول احتیاج داره. به همین دلیلم دنبال اینن، به در و دیوار میزنن که هیچ چیزی رم مراقبن یه وقت صدمه نخوره، مبادا ترامپ تو این فاصله مثلا
کاری بکنه یا اسرائیل حمله کنه یا چیزی بشه که ما مذاکره با بایدن به هم بخوره. این ماجرایی است که حضرات در واقع FATF رو دوباره در اون دو لایحه به اصطلاح مبارزه با جنایات سازمان یافته و تروریسم رو که معطل مونده رو میخوان به جریان بندازن. یک نکته جالب حالا که اینو فرمودید، در سالگرد سالمرگ آقای قاسم سلیمانی مطرح شد که حتما شما دنبال کردین، چون این روزا 4 ژانویه در واقع 13 دی ماه روزی است که قاسم سلیمانی کشته شد. اینها خب شروع کردن تبلیغات و دیگه بزرگ کردن سلیمانی و غیره، اما دو تا مصاحبه آقای دکتر نوریزاده پخش شد که یکی از العالم یکی در المیادین، هر دو هم نزدیک به یا اصلا کلن متعلق به جمهوری اسلامی. المیادین البته کمک میکنن بهش، ولی العالم مال خودشون، مال خودشون رسما. المیادین هم ولی به نوعی وابسته است در واقع. بله خودشون میدن نصف این دو نفر دو تا بند و آب دادن که تایی کردن حالا رفع رجوش کنن. آقای محمود الزهار گفتش که ما بی پول بودیم رفتیم تهران، به این گفتیم به اون گفتیم. این آقا قاسم 22 میلیون دلار نقد گذاشت، ما حف که 9 نفر بودیم، هر چمدونم 40 کیلو میشد، اگه بیشتر بودیم همه پولو میگرفتیم، لابد مثلا 50 میلیون دلار میخواستن، چمدون پر پول ورداشتیم و از ایران اومدیم بیرون. و آقای حسن نصرالله من همون وقت منتشر کردم خبرشو، چون از طریق ابو مازن و گروه فلسطینیا خبردار شدم و منتشر کردم که محمود زهار با پول نقد تو چمدوناشون از ایران اومدن. همون زمان ما منتشرش کردیم. بعدم دوباره بارها من گفتم که جمهوری اسلامی به حماس چمدون پول میده. آقای خامنه ای یه انبار پشت خونش درست کرده مثل بعضی از این عمرای عرب، انواع و اقسام پولای خارجی اونجا هست. گاهی اوقات 5000 تا میده برای طرف که میره برای معالجه، 10 تا 20 تا 1 میلیون، انواع و اقسام پولا از کیسه ملت گرفتار ایران پرداخت میشه. بله. و بعدم حسن نصرالله، من آقای دکتر بعد از جنگ 33 روزه شنیده بودم، شما شنیده بودین که خانواری 12000 دلار برای یک سال اینا داده، این ماهی 1000 دلار. عددش رو نمیدونم، حسن نصرالله میگه 200000 خانه آسیب دیده. حالا البته بعید 200000 تا خونه آسیب دیده باشه. شما ضرب در 12000 دلار بکنید میشه 2,400,000,000 دلار. یعنی آقای قاسم سلیمانی که البته ایشون غلام حلقه به گوش آقای خامنه ای بود و افتخار میکرد مرادش آقای خامنه ای است و خلاصه مطیع ایشون و غیره. دکتر همینجا نگردم از وقت تعاملمون گذشت، ما درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم به یاد ناصر چشم‌آذر عزیز که تولدش بود امروز، خاموش است و بین ما نیست، ولی ناصر جان همیشه در دل ما. بله، آهنگ رو ناصر بسراید، شعر رو هما جان میرافشار بسراید و اسماعیل خان پدر ناصرم با پنجه زیباشون تیکه ستاره بود. آخرین نوروز حقیقی ما سال 56 وقتی آهنگ تلویزیون پخش شد، قوقا تکون دهنده بود برای من. از سال بعدش سال عزا شد، حتی نوروز رو خمینی بر ما حرام کرد. یادم هست میرفتم تلویزیون با قدساده صحبت میکردم، اجازه نمیداد موسیقی پخش بشه، ما شو آهنگای بی ربطی همینجوری بدون سه آواز و غیره. بله، حکومت اسلامی برقرار شده بود، نوروز هم پرکش. دوچه سازگارا نمیدونم آدم این آهنگا رو بیادش گوش میده یاد گذشته میده، چجوری ناگهان. بله، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد برای ماها که این ور پرد شدیم. عزیزم، حادثه سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی که یکی از تلخ‌ترین حادثه های کشور ما بود، در این حال یک حادثه تلخ جهانی
حالا جمهوری اسلامی اومده و گفته 150,000 دلار خسارت می. اون وقت من یادمه در جریان مکه وقتی دولت سعودی آماده بود 250,000 دلار برای هر کدوم از کشته شدگان بده، اینا دبه در آوردن نخه 500,000 دلار. یا در مورد هواپیمای که ایرانی که توسط آمریکایی‌ها سرنگون شد، ایرباس، آمریکایی‌ها 250,000 دلار برای هر سرنشین دادن و جمهوری اسلامی به افرادی که در داخل ایران بودن فامیلاشون 250,000 دلار رو به بهای دلار رسمی که اون روزا 30-40 تومن بود دادن، در حالی که اونایی که در دبی مسکن داشتن دلار واقعی گرفت. حالا ظاهرا دولت اوکراین نپذیرفته، گفته جمهوری اسلامی یه طرفه نمیتونه تعیین کنه. به کجا خواهد رسید این ماجرا به نظر شما؟ والا نمیدونم، من انقدر میدونم که خانواده های قربانیان هم در کانادا به خصوص که بیشترین تعداد هستند، پس با ننشستند، تجمع دارند، انجمنی دارند، سخنگو دارند، وکلای مبرزی دارند، با دولت روابط دائمی دارند و کار رو دنبال میکنند. یعنی علاوه بر دولت های اوکراین، کانادا و سایر دوبلی که اتباعشون کشته شدند، خانواده ها هم کوتاه نمیان. بارها هم گفتن مسئله شون گرفتن خونبها و پول برای عزیزان از دست رفته شون نیست، مسئله شون روشن شدن حقیقت و مجازات آمرین و عاملین این کاره. من فکر نمی کنم که این مسئله بتونه ماجرا رو حل کنه. تا الان به سبک همین واکسن که قبلش صحبت میکردیم، جمهوری اسلامی دائما پرپر زده، از این ور رفته، از اون طرف رفته، هر روز یه چیزی گفته، گزارش رو اینا حالا میدم اونو نمیدم، و دائما هم مسئولین به خصوص اوکراین و کانادا تکرار کردن که آقا این توضیحات کافی نیست، و ظاهرا طبق مقررات جهانی هم دولتی که هواپیما در اونجا سقوط کرده 1 سال حداکثر وقت داره که این گزارش کامل فنی و بررسی رو به سازمان‌های جهانی بده، و تا الان ایران تفره رفته، جمهوری اسلامی تا الان به طرق مختلف تفره رفته. ببینید، از دو حال خارج نیست، اینی که اون پدافند، در واقع اون سامانه پدافندی، ناوارد بودن، ناشی بودن، اصلا مثلا چه میدونم 107 درجه میگن اشتباه اصلا تنظیم کرده بودن، اینا که همه درست و مسئولیتش هم کردن فرمانده های ارشدتر تا شخص آقای خامنه ایست، که چرا یک کسی که آموزش کافی ندیده پشت این دستگاه بوده. ولی اون که هیچ، از اون گذشته دو تا مسئله روی میزه، یکی این که این ابهام هست که عمدن زدن و سرنگون کردن و بندازن گردن امریکایی ها، بگن آی امریکا جنایت کرد، این کرد، و این خب یه تئوریه، یعنی هنوزم جمهوری اسلامی شواهد و دلایل روشنی نداده که این اتهام رو بتونه از رومیز برداره. دومی، فرض کنیم این نباشه و واقعا ناواردی، ناشیگری، عدم ارتباط اونجا با برج مراقبت و غیره، حالا اون که جمهوری اسلامی میگه خطای انسانی و دستندرکاران و آموزش ندیده ها باعث این جنایت شده، این دومی هم باز چیزی از مسئولیت کم نمی کنه. برای اینکه اینها که می دانستند میخوان موشک بفرستن ولو نمایشی به پایگاه امریکایی در عراق، و احتمال آماده باش بودن برای اینکه ممکن بوده امریکا تلافی کنه، چرا پروازهای تجاری رو متوقف نکرد؟ چرا در فرودگاه کاری نداشت؟ 5 ساعت، 10 ساعت، نه 24 ساعت تمام پروازها کنسل میشد. اینکه بارها اتفاق افتاده، یه برف سنگین هم بیاد پروازها کنسل میشه. یعنی این دومی هم اگر حتی فرض کنیم اینم باشه، باز مسئولیت بزرگ گردن فرمانده کل قوا،
که دستور عملیات موشک پرانی رو داده و سلسله مراتبش آقای حاجی زاده فرمانده سپاه تا برسه به فرمانده پدافند و غیره هست که چرا پروازهای تجاری رو متوقف نکرد؟ کاری نداشت، میگفتن تمام پروازها با تاخیر 10 ساعت انجام بله به دلیل شرایط نظامی. بله اصلا میرفتن همه برن فردا برگردن، اصلا پروازها کنسل به دلیل شرایط نظامی. و به هر حال آقای دکتر، من این دومی رو میگم احتمال داره عمدن این کار رو نکردن، برای اینکه احتمال میدادن امریکا حمله کنه و از خدا میخواستن که بخوره به یه پرواز مسافری و بعد عرض شود که با مصیبت ها بکشه. به هر حال به دنبال این، خب این در واقع این عملیات چند روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی بود، دارن برای انتقام قاسم سلیمانی بود. حالا موشک بزنن یه جای خاک و خل و تو بیابون، قبلا به امریکایی‌ها 6 ساعت قبلش اطلاع بدن که هیچ که اونجا نباشه، یه نمایشی که حداقل میگن یه کاری کردی. ولی این رو هم من از در واقع تبعات نحوست قاسم سلیمانی میدم. ببخشید من اینطوری صحبت میکنم، بدونید برای اینکه اینی که قاسم سلیمانی آدمی بوده که هم غزه هم لبنان، برعکس شعار مردم ایران، نه غزه نه لبنان، پول میداده کمک میکرده. سوریه بین 20 تا 30 میلیارد دلار دست کم به گفته آقای فلاحت پیشه ایران از سوریه طلب داره و دستش به خون کشته شدن شاید 500,000 سوری آلوده است. بره روسیه رو برداره بیاره اینا، یا در یمن یا در عراق یا. اما از اونجایی واقعا دیگه آقای قاسم سلیمانی کلکسیون جنایتاش تکمیله که در آبان 98 اون جنایت علیه بشریت که دستور تیر مستقیم، شلیک مستقیم دادن به مردمی که در اعتراض به گرانی بنزین به خیابون اومده بودن و 2236 نفر رو ظرف 3 روز کشتن و خونشون به سنگ فرش خیابونها و کوچه ها ریخته شد، از یک جای روز دوم به بعد بسیج ناتوان شد در کشتن مردم و خیلی از نیروهای ایرانی سرپیچی کردن، تمرد کردن، به زندان افتادن. آقای قاسم سلیمانی رفت هشت و شعبی رو آورد، زینبیون آورد، نمیدونم حسینیون، نمیدونم چند تا گروه دیگهی که ارازل و اوباشش بودن و اینها رو آوردن وارد چکمه نجسشون رو خاک پاک ایران گذاشتن و بچه های ما رو زدن کشتن. یعنی دست قاسم سلیمانی به کشتن هموطنان خودمون هم آلوده است که در تایید خیابان به خون کشیدن. در تایید حرف از یک مجاهد افغانی که فریب اینا رو خورده بود، سوریه رفته بود، بعد جدا شد و برگشت به وطنش، به دقت برای من تفصیل کرد که قاسم سلیمانی بامدادان گفت 500 نفر از ما رو جمع کرد، یک سخنرانی مهیش کرد که آنچه که شما الانم دارید میکنید دفاع از زینبی است، دفاع از حرم حضرت زینبه، برای اینکه اینجا قلب تشیعه و اینا میخوان قلب تشیعه است. میگفت حمله کردیم، تمام اون قناصای ما تکتیر اندازه رو پشت با ما بودن تیر میزد. یعنی قشنگ گفت اینو برای من. آقای دکتر در ماه شهر تیربار گذاشتن روی جیپ، چرخیدن مردم رو به رگبار بست. یعنی مردمی که به نیزارها فرار کردن، به نواحی از حاشیه شهر رسیدن، بچه و پدر رو با هم کشتن، رگبار به رو به مردم بستن. بهانه‌شون این بود که 4 تا از عشایر اونجا ممکنه تفنگ حسن موسی دستشون باشه. میدونید در حقوق بین الملل من از حقوقدانا شنیدم و یاد گرفتم، به فرض هم مردم درگیری با پلیس یا نیروی انتظامی یا نیروی نظامی داشته باشن، پاسخ باید متناسب با اون باشه. نمی شود مثلا مردمی چوب، چماق یا حتی اسلحه تفنگ شکاری داشته باشن، بعد شما تیربار کالیبر سنگین بذاری به رگبار ببندشون. این هم جنایت علیه بشر. ضمن اینکه در ماجرای کشتار آبان ماه دستور شلیک مستقیم رو ابتدا شورای عالی امنیت ملی ایران صادر کرده و فرمانده کل قوا آقای خامنه‌ای و پسرش که پشت فرمون سرکوب بودن مسئول اون کشتارن و امثال قاسم سلیمانی جنایتکار مجریانی بودند که
با نیروی اجنبی مردم ما رو زدن کشتن. بر صورت میخوام عرض کنم این سالمرگ که حالا حکومت داره سعی میکنه نمیدونم سلیمانی رو هر روز هی بادش کنه و قهرمان ازش درست کنه و اینها، سالمرگ کسی است که هم ثروت ملت رو به باد داده، هم ملت‌های منطقه رو کشته، هم دستش آقای باقر ذوالقدر میگه او از هر جا بود از منابع خودش پول تأمین میکرد. منابع خودش که سر قبر باباش که نبوده که، منابع خودش قاچاق مواد مخدر، ترافیک سکس، پولشویی، به این چیزا آلوده بودن، این کارا رو کردن و کسی که دستش به خون ملت ایران هم آلوده بود و مردم ما رو قتل عام کرد. دکتر سازگارا وقت زیادی نداریم، ولی گزارشگران بدون مرز جمهوری ولایت فقیه رو گفتن در 50 سال گذشته بالاترین رقم کشتار روزنامه نگاران رو ثبت کرد به نام خودش. و ما که در زمینه‌های علمی و فرهنگی و اینا که کاری نمی‌کنیم، ولی در زمینه خشونت خیلی برای من قابل تأمل بود. و اینکه اعدام روح الله زم یا نیما زم رو هم قتل دانست، اعتقاد من این خیلی ننگینه برای جمهوری اسلامی که با نمایش این فیلم آقای خامنه‌ای میخوان بگن آقا خیلی با هنرمندان و اهل اندیشه و اهل قرم و نخبگان ارتباط نزدیک. والا این نمایش ها آقای دکتر، اینا اصرار دارن مثل که هر چیزی که امثال استالین و هیتلر و این دیکتاتور ها همه جا میکردن اینا اینن هم نارو تکرار. گوبلز میساخت فیلم هایی از هیتلر که یک دیوانه آدم خور آدم کش بود که داره بچه ها رو دست ملاطفت میکشه، نمیدونم بغل میکنه مهربون به بچه ها. یا از استالین میساختن نمیدونم کسی که به گفته خروشوف 6 میلیون، به گفته مخالفین 12 میلیون از جمعیت روسیه رو کشت، بزرگترین جنایتکار تاریخ شاید بشه اسمش رو گذاشت، میذاشتن رفیق کبیر نمیدونم یاور خلخا و با کارگران نشسته و بچه ها رو ملاطفت میکنه. این فیلم ها دکتر میدونه آقای خامنه ای تازه یادش افتاده مثل که از این نمایش های محوع بگذاره، کسی که هنوز خون روح الله زم خوش نشده، یعنی همین چند روز پیش این جوون معصوم و ساده رو گرفتن اینطور وحشیانه اعدامش کرد. و من هم با سازمان گزارشگران بدون مرز موافقم آقای دکتر، چون اینو حقوقدان ها هم میگن اعدام حالا اصلش که بده، ولی کشورهایی که مجازات اعدام دارن پیرو به اصطلاح دادگاه و دادرسی عادلانه است. در ایران آنچه که اتفاق میفته نه دادرسی نه دادگاه نه پروسه واقعی قضایی، بنابراین حتی لغت اعدام رو نباید به کار برد، لغت قتل رو باید به کار برد. یعنی امثال زم یا نوید افکاری که اینا حوادث تلخ سال 2020 بود، به اضافه ده ها و بلکه صدها اعدام دیگه ای که صورت گرفته، در ایران باید واقعا نام قتل بر اون گذاشته، نه اعدام که یک ترم و لغت حقوقی است بر صورت. و واقعا من نمیدونم حالا اینایی که دستگاه تبلیغاتی آقای خامنه ای که دست پسر حداد و نمیدونم پسر محمدی گل پایگانی و اون برادر پسر کوچکه خودش میثم و اینا هست، عقل گردشون تازه به این چیزا رسیده برن همون روش‌های کهنه و فرسوده بقیه دیکتاتورها رو بیارن نمایش بدن. ولی کار از این حرفا گذشته، یعنی چهره کریه دراکولا رو نمیشه بزک کرد و به خورد مردم داد. پایان سال در واقع پایان ریاست جمهوری آقای ترامپ هم هست و ما 20 روز دیگر در 20 ژانویه رئیس جمهوری تازه‌ای در کاخ سفید خواهیم داشت. بسیار در این مورد با هم صحبت کردیم، ولی به عنوان یک بررسی کوتاه شما دولت ترامپ رو چه ارزیابی بهش میکنی، چه نمره میدی و دولت آینده رو چه انتظاراتی ازش داری؟ والا دولت های ترامپ دست کم سیاستاش در مقابل جمهوری اسلامی سیاست های سختگیرانه و محکمی بود.
و بی خجالت گفت، بخصوص وزیر خارجه ایشون آقای پومپیو خجالت تعارف گذاشت کنار، گفت اینا جنایتکارن، که حرف خوبی هم بود، کار خوبی هم کرد، و اینها تروریستن. و سیاست فشار حد اکثریش برای مردم ما البته که فشار داشت و داره، ولی دست تروریستی جمهوری اسلامی رو مقدار زیادی بست و از این جهت سیاست موفقی بود. اینو بارها هم گفتن. شخص آقای ترامپ البته شما نظر من میدونیم، بعد گذاشتش کنار. شخص آقای ترامپ الانم به قول نیویورک پست که یه موقع حامیش بود نوشته بود دیگه این دیوانگی رو بذار کنار و بذار برو دیگه از کاخ سفید. و واقعا این روزهای آخر خیلی کارهای بدی آقای ترامپ میکنه، در واقع دائما داره دشمنی با دموکراسی میکنه، ولی خواهد رفت. دولت آقای بایدن در 100 روز اول که خیلی مهمه قول داده 100 میلیون امریکایی رو واکسینه بکنه، یعنی روزی 1 میلیون، چیزی که در دولت ترامپ کوتاهی شده. قرار بود تا آخر دسامبر 20 میلیون امریکایی دکتر یه دقیقه وقت داریم فقط. بله به جایی نرسیده. آقای بایدن کابینش یه مقدارم نگرانن، یعنی بعد ببینن 6 ژانویه از جورجیا اون دوتا سناتور چی در میاد. اگه دموکرات در بیاد کار بایدن با کنگره خیلی راحت میشه، ولی اگه جمهوری خواه در بیاد یه مجلس دست کارش با... کارش داره و مجلس فرامل کارتی مجلس نمایندگان هم 20 تا کرسی دموکرات ها دست دادن، اکثریت دارن هنوز، ولی اکثریت بسیار لرزانیست. مثلا در ماجرای برگشتن به برجام یه نامه امضا کردن به دولت، 150 تا فقط نماینده کنگره امضا کرد. دکتر وقتمون تموم شد، معذرت میخوام به خودم، ولی به هر حال دیگه این برنامه‌مون برنامه آخرین روز سال جالب بود. پارسال هم با دکتر سازگار همچین روزی بودیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. آرزو میکنم سال نو سال خوبی برای ایران و جهانیان باشه. به اتفاق دکتر محسن سازگار دوست عزیزم، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق و مهربان می سپارم. Thank you.